با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام دوست خوبم امیدوار هستم که امروز هم جور و تیار و صحتمند باشن و با انگیزه و انرژی تمام آمده باشن به طرف درس مکتب تمدن مضمون بیولوژی سنف دوازده هست عنوان درس ما بود انتقال مواد عضوی در داخل نباتات گفتیم یک مدل را دانشمندا پیشنهاد کردن به نام مدل جریان فشار مواد در داخل نباتات این مدل چند جز و یا چند مرحله داره بریم مطالعهش کنیم اول قند تولید شده در حجرات برگ روش انتقال فعال به هجرات فلویم منتقل می گردد. این یعنی چی؟ خب دوستا، ما گفتیم که فابریکه غذاسازی بر نبات قسمت برگ هست. خب دوستا، حالا این برگ گلوکوز و یا هم قندیات را می سازن. حالا این قندیا در قسمت برگ نبات ساخته میشه و در این قسمت انساج فلوی هم واقع هست گلوکوز نمیتونه به طور آزادانه وارد انساج فلوی هم شود بنابراین از طریق انتقال فعال داخل میشه از بیولوژی صنف 11 هم میدونن که انتقال فعال دو چیز نیاز داره اولی که در هر دو سمت باید انتقال صورت بگیره دومی که انرژی به شکل ATP باید اینجا مصرف شود و از طریق بعضی هست عبورگاه به نام چینل ها در داخل حجرات هست که این گونه مواد عضوی وارد فلویم شده میتونه پس اینجا انتقال فعال هست انرژی مصرف میشه مرحله بعدی چیکار کار میشه؟ خب دوستان ما مدل به نام مدل جریان فشار مواد داشتیم و این مدل بعضی از مراحل را داره اول قند تولید شده در حجرات برگ روش انتقال فعال باید بره به طرف حجرات فلویم خب دوستا گفتم که فابریکه ساختار مواد به قسمت برگ نبات هست حالا داخل برگ از طریق فوتوسنتز قندیات ساخته شده قندیات به نام شیره پخته یاد میشه حالا این مواد عضوی هست مثل آب نمیتونه وارد حجرات دیگه شوه و انساج فلویم در سراسر قسمت های نبات موجود بود حالا با مصرف انرژی با مصرف ATP از طریق کانال ها یا چینل های حجروی هست که این مواد وارد فلویم شده میتونه مثل آب آزادانه حرکت نمیتونه این مرحله اول بود خب آهست مقدار قندی که وارد فلویم میشه زیاد شده میره تا وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم دیگه بالا شد و زیاد شده زیاد شود بعدا آب از طریق آسموسس از زایلم وارد فلویم میشه خب دوستا وقتی در داخل حجرات فلویم تجمع شیره پخته تجمع گلوکوز زیاد شد فشار آزموتیک میره بالا از طرف انساجی که در مجاورتش قرار داره آب داخل فلویم میشه پس چه شد؟ هم قندیات وارد شد هم آب وارد شد نتیجه چی میشه؟ وقتی که فشار در داخل فلویم زیاد میشه چرا؟ چون مواد زیاد شده در نتیجه شیره پخته به صورت جمعی جریان پیدا میکنه خب دوستا آب هم آمد داخلش فلویم هم آمد مقدار مواد زیاد شد فشار میره بالا و حرکت آغاز میشه شیره پخته به مقصد میرسه و به روش انتقال فعال دوباره به حجرات انتقال میکنه یعنی وقتی که داخل فلویم هم هست باز باید یک مقدار دیگه انرژی مصرف شود فضل من مثال قسمت برگ بود اما در اینجا ریشه نباتات هست ریشه نباتات نیاز به مواد غذایی داره بدنی انساج فلویم میره به طرف ریشه باز هم انتقال فعال هست باز هم مصرف انرژی هست و شیره پخته می تا به طرف خود ریشه ها تازش استفاده بکنه پس این چهار مرحله داره اینجا تصویرش هم هست میبینید این انساج زایلم هست وظیفه زایلم آسان هست آب را انتقال می و بعضی از منرال هایی که در داخل آب باشه اینجا نسج فلویم هست وظیفه شک اندازه سخت هست میبینید مولکول های گلوکوز و یا هم مولکول های قندی را انتقال می و بر روش انتقال فعال دانه به دانه مولکول ها را جابجا جا برم بریم یک ویدیو کوتاه هم ببینیم تا واضح تر شود ما این قسمت می زایلم هست این قسمت هم نسج فلویم هست و تماما انتقالات و انتقال مواد عضوی و آب از طریق همی دوتا صورت میگیره میبینن از طریق ریشه ها هست که قطرات آب جذب میشه و میره به طرف بالا و ایره تشبیه کردن به سیستم دوران خون انسان اینا خورک های خونی ندارن به جای از او زایلم و فلویم را دارن میبینن زایلم وظیفش چیست که منرال ها را جذب کنه آب را جذب کنه به طرف بالا انتقال بده اما فلویم وظیفش چیست ای که شیره پخته را انتقال بده میبینن ای هم مقطعی از زایلم و فلویم و حجراتش هست که در قسمت های ساقه و ریشه وجود داره در تمام سینبات باید باشند با خاطر تمام حساب به آب و شیره پختن نیاز داره این هم انساج فلویم هست این نسج زایلم هم هست, هست. میبینین هیچ خالیگاهی بین این حجرات زایلم وجود موجود نداره چرا؟ چون آب آزادانه حرکت میکنه اما در قسمت فلویم حتما باید بعض از گزارگاه ها وجود داشته باشه برای انتقال مثلا گلوکوز یا دیگه مواد مرکبات عضوی این هم مقتعیش هست که در قسمت ریشه ها، این مقتعیش هست که در قسمت ساقه وجود داره و خیلی هم نزدیک به خود انساج گیوتیکل و پیدرمس هست این قسمت حجرات دانه به دانه از هم دیگر جدا شده اما در جدا نشده چرا؟ چون باید مواد عضوی از, از همی خالیگاه ها از طریق بعضی از ساختمان های به نام کانال یا چینل یاد میشه که خارج میشن میبینین در اینجا عبور و مرور امینو اسید هست گلوکوس هست اما در زایلم فقط آب هست خب دوستان این بود در مورد انتقال و چگونگی انتقال مواد در داخل نباتات امیدوار است متوجه شده باشه خب دوستان فصل بعدی کتابتون را آغاز میکنیم فصل هشتم با عنوان اکس های نباتات هست آیا نباتات حرکت میتونن یا که متحرک نیستن آیا نباتات در مقابل عوامل خارجی و بیگانه اکسالعمل عمل نشان میتن یا خیر قرار است که در این فصل امی موضوعات را دنبال بکنیم آغاز فصلتان با عنوان هست به نام هورمون‌های نباتی خب دوستا ما هورمون‌ها را و سیستم اندوکراین در داخل بدن انسان مطالعه کرده بودیم حالا نباتات هم حاوی همی مرکبات ها کیمیوی حاوی هورمون ها هستند این تصویر را ببینید. نبات هست و اطرافش مرکبات کیمیاوی یعنی نشان دهنده ای است که در داخل ساختمان نبات مرکبات کیمیاوی و هورمون ها حضور دارند آکسین هست گبرلین هست ایتیلین هست و غیره هورمون ها هست خب دوستان هورمون ها در حیوانات توسط غدوات تولید می گردن. و توسط خون به حجرات هدف منتقل می گردند. ما گفتیم سیستم اندوکراین هاوی غدواد است. غدواد می گیرند هرمون تولید می کنند. از طریق خون می رسانند به سایر حجرات. حالا نباتات خیلی چگونه؟ اما در نباتات ممکن محل تولید و تأثیر هرمون یکسان باشه یا توسط انساج انتقالیشان منتقل گردند. یعنی چی؟ یعنی غده در داخل نبات نیست. یک کوشه خاص هست تولید میکنه ممکن هرمون بالای خود حجره تاثیر کنه یا ممکن انتقال داده شد. هرمون ها در نباتات نیز مانند حیوانات کنترل کننده انواع اکسل عمل ها هست. اکسل عمل های نباتات را یعنی چی؟ یعنی تراوت نباتات را، تولید میوه را، خشک شدنشان را، ریزش برگ ها ریزش میوه و یا که میوه ها باقی بانند بالای شاخچه ها همه یک عمل ها را هرمون ها هست که کنترل می کند خب اول رشد و نموی نباتات توسط هرمون ها کنترل می گردند. مثل که در انسان ها داشته گروت هرمون بود هرمون رشد بود خب بعض از هرمون ها موجب رشد و بعضی ها موجب تأخیر در رشد می شه. یعنی بعضی ها باعث میشه که نبات رشد نبو بکنن اما بعضشان رشد نبوی نبات را متوقف میسازن هرمون اکسین هست باعث جلوگیری از رشد و تویل شدن بیش از حد نبات میشه یعنی این طول نبات را در یک محدوده نگه داره یک مثال از هرمون های نباتی هست هرمون های رشد نباتی را در دو گروه دانشمند آمده تقسیم کرده گفته یای این ها هرمونهای رشد هستند یعنی هورمون‌هایی که باعث رشد میشن یا هورمون‌هایی هستند که مانع از رشد نبات میشه رشد نبات را متوقف میکنند خب بریم خی ببینیم هورمون‌های رشد هورمون‌های محرک رشد هورمون‌هایی که باعث رشد میشه چه هورمون‌هایی هستند سه گروه هست مرکبات کیمیوی هستند اکسین، گبرلین و سایتوکینین هست این سه تا هست که باعث رشد نبات میشه خب دوستا اینا چه تاثیر بالای حجرات نباتی دارند ما خب گفته بودیم که گروت هورمون هورمون رشد برای انسان ها هست و باعث تویل شدن حجرات مثلا استخوانی میشه باعث نموی قد انسان میشه حالا ببینیم که هورمون ها چگونه تاثیر دارند در عملیات تقسیمات حجروی یعنی حجره نباتی تقسیم شد و تبدیل شد و به دو بلاخره چهار هشت عدد حجره تویل شدن حجرات هست پیدایش اعضای نبات مثلا یک نباتی که تازه کاشته شده و تازه نمو میکنه دارای گل و دانه نیست اما آهسته آهسته اعضا برش اضافه میشه و مشخص ساختن اعمالش یعنی که برگ چی کار بکنه گل چه کار بکنه دانه چه وظیفه داره تماما توسط هرمون ها صورت میگیره اکسین یک از هرمون های نباتی است و تولید شدن حجرات را تحریک میکنه مثلا حجرات طرف تاریک نبات مقدار بیشتر اکسین دارد چگونه هست؟ بریم میره توضیح بیتیم براتون یک هرمون گفته اکسین هست به طور مثال این قسمت شعای آفتاب یا نور آفتاب هست ما در اینجا یک نبات مشخص داریم اکسین باعث میشه که حجرات تویل شوه حجرات تقسیم نمیشه فقط به طولش اضافه میشه در قسمتی که سایه و یا تاریکی هست ای هورمون عمل میکنه باعث میشه که این حجرات طویل تر شوه و بالاخره نبات به طرفی که نور هست خمیده میشه خب این همه چی هست؟ عکس عمل نباتی توسط چی چیزی انجام شد؟ توسط اکسین انجام شد خب دوستان ای بود یک از تاثیرات اکسین اکسین در کنترل ریزش برگ ها و میوه ها هم نقش داره غلظت بلند اکسین رشد را رو سبب میشه و از افتادن میوه جات جلوگیری میکنه اما در خزان اکسین چی میشه کم میشه میوجات و برگ ها از درخت به پایین میریزد خب دوستا اکسین باعث میشه که میوجات رشد بکنه رشدشان بیشتر شوه یا هم برگ ها اگر باشه خب وقتی که در خزان اکسین کم شد باعث میشه برگ ها از شاخه های درخت به طرف پایین بیفته و یا هم میوه هایی که رسیده و پخته است به طرف پایین بیفته اکسین چیکار کار میکنه؟ اکسین از رشد جوانه های جانبی جلوگیری میکنه اکسین یک انداز مطالعهش مشکل تر است خاطر که تأثیرات متفاوت داره ما گفتم این محرک رشد است اما حالا میگم از رشد جلوگیری میکنه به خاطر که تمام تمرکز نبات بالای اصل ساقه و اصل ریشه باشه اکسین میایه جوانه های جانبی ریشه های فرعی را مانع میشه از رشدشان مانع میشه از پیشرفتشان و خاطر میشه که نباتی که بیشتر اکسین داره تنه اصلی و مؤساسی رشد بیشتر بکنه به این خاطر اکسینی ای عمل را انجام میده تحقیقات هنوز چگونگی این تاثیرات را معلوم نکرده یعنی وظیفه هورمون های انسانی هم تا کامل واضح معلوم نشده هورمون های نباتی هم همین گونه هست این تصویر را ببینید تماما تاثیرات اکسین را نشان میده اینجا نور آفتاب هست در طرف که نور نباشه اکسین بیشتر میشه حجره طویل میشه تمام حجره و بالاخره باعث خمیده شدن نبات به طرف آفتاب میشه یا به طرف منبع نور خب دست دسته دوم از هورمون ها را هورمون های مانع از رشد ان جلسه بعدی پیگیری میکنیم در سایتان را بخونین و تکرار کنین مواظب خودتان باشین